به نام خداوند پاک، درود و سلام فراوان بر همه هموطنان عزیز ما که در هر گوشه و کناری هستین. از خداوند پاک بر همه شما صحتمندی، سلامتی و کامیابی ها آرزو میکنم و تمنا دارم که همیشه در کارهای روزمره‌تان موفق و شادکام باشین. به همین امیدواری که همه دوستان و هموطنان ما صحتمند و خوشحال هستند، برنامه امروزی مالگرا آغازگر میشوید. در ابتدا مواد لازم را روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین، بازم با مالگا باشین. مواد لازمه برنج دو رنگ: روغن و قدر ضرورت، برنج 3 گیلاس، پیاز 2 عدد، رنگ زرد 1 قاشق چای خوری، سیر 4 دندانه، سبزی پالک 1 کیلو، گوشت مرغ نیم کیلو، مرچ تازه 3 عدد، مصالحه دیگ 1 قاشق چای خوری، نمک 2 قاشق چای خوری. خب برنج معمولا همیشه ما شما در خانه خود آماده کردیم با طریقه های مختلف. ما امروز کمک متفاوت ترک پخته میکنم، با قدر زیاد متفاوت نیست، بسیار کم، با کمک تغییرات است. دوستای عزیز، برنج قبلا جوش دادیم، آماده هست. اول سبزی رو ریزه میکنم. پیش از اینکه سبزی رو ریزه کنم، دیگه بالای منقل می‌گذارم. به اندازه 125 میلیلیتر روغن اضافه میکنم به بریدی. سبزی پالک ریز سبزی پالک را بالای روغن اضافه میکنم. خب اینه چند دقیقه به این حالت میمونم. یک دونه مرچ تازه را ریزه میکنم، بالای سبزی اضافه میکنم. این را اضافه میکنم بالای سبزی بالا. سر دیگه بسته نمیکنم، به این حالتی میمونم که کمی پخته شد. اینجا یک مقدار گوشت سینی مرغ است که را از ماشین میکشم. سینی مرغ ریزه میکنم. از ماشین میکشم. گوشت سینی مرغ هم از ماشین میکشم، همراه 4 دندانه سیر و 2 عدد مرچ تازه.
دو عدد پیاز ریزه را اضافه میکنم بالایش. پیاز و سیر و مرچه همراه گوشت سینه مرغ ماشین کشیدم. خب تقریبا 50% سبزی پالک پخته شده. خب 50% سبزی پالک پخته شده. بندازی 1 کیلو آب دیش اضافه میکنم. دو قاشق نمک اضافه میکنم. و 1 قاشق مصالحه دیگر. برنجا 3 گیلاس از جوش دادیم. بندازی 2 گیلاس زیره در بین دیگ بالای سبزی اضافه میکنم. بندازی 1 گیلاس زیره میمونم. یک چند دقیقه متر میمونم که تا آب کندختی می آبش خشک شه و با زیره دم میدم. یک مقدار برنج دیگر موندیم. ایرم بگ دیگه خورتر ایره دم میدم. دهی البته مقدار روغنش کمتر اضافه میکنم. بندازی 80 میلی لیتر روغن در بین اضافه میکنم. اما گیلاس ها به دهی کاسه دیگه اضافه میکنم. بندازی 1 قاشق بسیار خرد رنگ زرد. خب رنگ زرد عموما در خانه های ما شما پیدا میشه، در بازار هم است. چون باید دیگه ما به شکل زعفرانی آماده کنیم، اما چون میفهمم که زعفران قیمت است، مشکل است بر فامیلا که در خانه خود آماده کنن. طریق آسان‌ترش که میتونین که شما از رنگ زرد استفاده کنین، بسیار ساده و آسان و مشکل خواسته باشین، این غذا به رنگ زعفرانی آماده میشه. ایرم اضافه میکنم بالای روغن. برنج باقی مانده را اضافه میکنم بالای زی. چند دقیقه میمونم که تا آبش خوش شود باز دمش کنم. خب فکر میکنم که این دیگ آبش خوش شده. حرارت من قلب بسیار کم میسازم. دم دیگری گرفته و بسرش دم. خب یوم ده حالت جوش خوردن است. ما آبامی تقریبا تمونده که خوش شد.
ایره دو طرف میمونیم که کار دیگر هنگ کن بتون. یه رارت از ایمان قدر روشن میکنم. ایره برای ایمان خوردن اینجا. تروی دیگر بالا از ایمان قلب مگذارم. یک مقدار روغن داشت اضافه می کنم. نمک دی اضافه می کنم. بندوزی یک قاشق. این را مخلوط می کنم. این مخلوط شد. امی گوشت سینه مرغ به شکل کوفته یا کباب پخته میکنم. از گوشت سینه مرغ هم دوستای عزیز کباب هم کوفته کرده میتونید، چپ کباب، کوفته، هر چیزی که خواسته باشه. تنها نمیتونید که از گوشت گوساله یا گوشت گاو موش ما چپ کباب یا کوفته کوفته کنید. و زود پخته میشه، بسیار در وقت بسیار کم. دو تا به خاطر اضافه کردیمش که آیسته آیسته پخته شود و آدم وار خطا نشن. اگه اضافه و اضافه پرتم شاید یک بیش بسوزه تا اونا رو من آماده بسازم. از اون خاطر دادن انداختیم دادن پخته شد بعد از اون باقی موندهش اضافه میکنم. خب برنجا دم خورده و کباب هم پخته شده. حالا برنجا میکشم. برم دیگر به ظرف میکشم. میبینیم که هیچ ضرورت به زعفران نیست. همین رنگ هایی که در بازار پیدا میشه که مخصوص پخت و پز است. میتونید که شما برنج زعفرانی که خوش دارین میتونید در خانه آماده کنید.
به خاطر که زعفران بسیار قیمت است، یعنی بعضی عمتانان ما نمیتونن که موره بخرن، میتونین که از این رنگ‌های زرد بگیرین و استفاده کنین. خب اینه به شکلک منظم بالای زبرین زعفران میکنم. با میاندازه کفایت میکنن و این کباب رو کماده کردیم به این شکل. بیننده های عزیز، این بود غذایی که امروز بر شما آماده کردیم. خدا کنه که مورد پسند